سلام، به این بخش خبری خوش آمدید. هشدار احتمال سیلاب در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و مناطق مرکزی و شرقی استان فارس. برگزاری جشن بزرگ امام رضایی ها در تهران و 10 شهر بزرگ کشور. در جشن تهران 12,000 خادمیار از مهمانان پذیرایی کردند. و شهادت فرمانده گردان جنین در حمله هوایی رژیم صهیونیستی. امروز در شهر و اردوگاه جنین اعتصاب سراسری و اعضای عمومی اعلام شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح شما بخیر بینندگان ارجمند. مشروع خبرهای ساعت 8 رو تقدیم حضورتون میکنیم. هشدار احتمال سیلاب امروز در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و مناطق مرکزی و شرقی استان فارس. از ساکنان این مناطق خواسته شده از سفرهای غیر ضرور، تردد و توقف در بستر رودخانه ها و مسیل ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند. با هدف کاهش تردد، همه مدارس نواحی هفتگانگی مشهد، منطقه تبادکان، احمدآباد و رضویه در شیفت عصر امروز غیر حضوری است. همچنین همه مدارس روستاهای ترقبشاندیز هم امروز تعطیل است. بله، سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده. در همین زمینه گفتگو می کنم با کارشناس هواشناسی. آقای سرکرده، صبح شما بخیر، بفرمایید. سلامت باشید. امروز بارش ها در کدام مناطق قراره که اتفاق بیفته و اینکه آیا اون هشدار نارنجی که صادر کرده بودید هنوز اعتبار داره؟ بله، هنوز اعتبار داره. برای امروز اعتبار داره. همونجوری که شما هم فرمودین در ابتدای خبرها، چند استان هستن که شرایط بحرانی دارن، یعنی بارش های رگباری رو ما اونجا داریم، چون که شرایط به گونه ای هستش که مثلا در استان، یه بار دیگه من اسم ببرم، در استان اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی ما این شرایط رو داریم، یعنی شرایط برای وقوع سیلاب های ناگهانی هست. بله. اما چیزی که امروز بیشتر حالا توجه ما رو جلب کرده این هستش که شدت بارش ها همچنان بر روی استان خراسان شمالی و رضوی هست. شهرهای مختلفی در استان خراسان رضوی از جمله مشهد، چناران، قوچان، درگه، سرخس، شهرهایی هستن که، یعنی در شمال خراسان بله رضوی واقع شدن. بله، گلمکان مثلا. بله. شهرهایی هستن که احتمال وقوع سیلاب رو داریم. ببینید، یه سیلاب حالا شهری داریم که به واسطه سطح پوشش شهر، یعنی آسفالت یا موزاییک هایی که در شهر هستن، ضریب نفوذ خاک کم میشه. بله. برای باران و همین 2 تا 6 برابر جریانات سطحی رو در شهر افزایش میده. بنابراین احتمال وقوع سیلاب رو در شهرها خیلی زیاد داره برای امروز. همچنان کسایی که در استانهای شمال شرق و همچنین شمالی هستن، همچنان امروز حواس جمع عمل کنن، چون که احتمال وقوع سیلاب های ناگهانی رو خصوصا در بعد از ظهر داریم. هرچند که همین الان در استان آذربایجان شرقی، تبریز یا رشت، ساری، گرگان گزارش بارش باران رو داریم و به تدریج این بارش ها در بعد از ظهر شدت خواهد گرفت. ضمن اینکه پیش بینی میشه برای امروز وزش باد نسبتا شدید رو داشته باشیم در نواحی غربی، استانهایی مثل
ایلام، خوزستان، کرمانشاه، وزش باد شدید هستش، همدان، در دامنه های جنوبی البرز، تهران، قزوین، البرز، زنجان، در جنوب سمنان و شمال شرق هم همین شرایط رو داریم. اما غیر از بارش و وزش باد، بارش از نوع پراکنده و نقطه‌ای رو امروز در سیستان و بلوچستان و کرمان هم به طور مقطعی و موقتی پیش رو خواهیم داشت. ضمن اینکه پیش بینی میشه برای فردا هم همین شرایط رو در نوار شمالی کشور داشته باشیم. یادمون نره خانم حسینی که حسین زاده که ببینید بارش‌های الان به گونه‌ای هستش که علاوه بر اینکه حالا در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق میفته، به صورت نقطه‌ای هستش. بله، خیلی موقع شده ما برای خودمون اتفاق افتاده، همین تو خود شهر تهران در یه نقطه از شهر تهران بارش داریم، در نقطه دیگه اصلا بارشی نداریم. این بارش ها نقطه ای هستش و در زمان کوتاه اتفاق میفته و همین در مناطق شهری و حالا جای کوهستانی و کوهپایه که شیب زیادی دارن باعث متأسفانه بروز سیلاب میشه. نگیم بلایای طبیعی، بگیم حوادث طبیعی، چون که همین بارش ها باعث شده که الان مثلا در استان خراسان رضوی خیلی از سدها ترمیم بشه، آبش بهتر بشه. ما در خبرها هم داشتیم که سدهای تامین کننده آب مشهد اون آتششون رفع شده. دقیقاً. تا حدودی بعد آره بهتر بگیم که نگیم بلای طبیعی، بگیم که حوادث طبیعی که میتونیم استفاده هم بکنیم. بله، خیلی ممنون از شما، متشکریم. پس هشدار نارنجی هواشناسی همچنان باقیست. ها برجاست. متشکریم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم. به مناسبت دهه کرامت و ولادت امام رضا علیه السلام، جشن بزرگ امام رضایی ها عصر جمعه همزمان در تهران و 10 شهر بزرگ کشور برگزار شد. مسیر این جشن در تهران از میدان هفته تیر تا میدان ولیعصر به مسافت 2 کیلومتر بود. ساعت 16 اینجا حوالی میدان هفته تیر نقطه آغازین مسیر 2 کیلومتری جشن امام رضایی هاست. ولادت مردم ایران ناشی از معرفت و بینششون هستش. امام رضا رو همیشه با عنوان امام رؤوف و امام مهربانی ها میدونیم، یه جور پناه بر کل ایرانی ها. ما نوکر امام رضا هستیم، هر چی داریم از آقایه. وجود امام رضا باعث شده که همه با هم دیگه همدل باشن. همه امروز این جمعیتی که شما میبینید اومدن به عشق امام رضا اومدن. هممون امام رضایی هستیم دیگه، عشق امام رضا هممون رو میکشونه. دلمون به امام رضا متصله، گفتن نداره، میبینید دیگه. خیلی امروز به این جشن خانوادگی اومدن. چرا خانوادگی تشریف آوردین؟ به عشق امام رضا. دوست داشتیم دو خانوادگی شرکت کنه، بچه‌ام تو این جشن سعیم باشن. بچه‌هامون یاد بگیرن، بدونن ولادت ائمه رو مهم بدونن. با یاد ایرانی ها، مسلمان ها آشنا بشن. دوستان هم همین شناختی که خودمون تو زمینه دینمون داریم به بچه‌هام انتقال بدیم، بچه‌هام آشنا بشن دیگه. عیدی میخوای از امام رضا؟ عیدی از امام رضا میخوام که مریضا رو شفا بده. من عیدیمو 9 سال پیش گرفتم، من پسرمو از امام رضا گرفتم. تو که زامن آهو هستی، دردهای درمندان رو میشنوی، به تمام دردهای درمندان جواب مثبت بده. اول از همه سلامتی همه مردم ایران، به خصوص خودم و خانواده خودم، و بعد هم عاقبت به خیر ان‌شاءالله. مشکل همه جوونا حل بشه، گرفتاری همه مردم حل بشه، خوشبختی همه جوونا که به آرزوهامون برسه. چه عهدی بستیم با امام رضا؟ عهد بستم که خودم و بچه هم سربازش باشیم. امروز با امام رضا عهد بستم که بتونم سال دیگه تو مشهدش قرار بگیرم. امام رضا همیشه تو راهت هستیم و تو همین راه ایشالله برای حضرت مهدی و ظهورش کلی تلاش میکنیم. حالا عهد بستیم که ایشالله پیرو امام رضا باشید. دوستش الان کجا باشی؟ تو حرمش. دوستشم حرم امام رضا باشم، عاشق امام رضا هستم. ان‌شاءالله ما رو به طلب سال دیگه این موقع اونجا باشیم. مثل بچگی همون تو صحنه آقا بود و
باز دوباره مثل قدیم عشق بازی کنیم با آقا. ان شاء الله زودتر به طلبه منو بیام پابوس داش. یه جمله به امام رضا. امام رضا خیلی نوکرتم. خیلی دوستش دارم و خیلی بهش مدیونم. امام رضا عاشقتم، خیلی دوستت دارم. آقا جون خیلی دوستت دارم. نخستین گروه زائران حج تمتع کشورمان امروز از مدینه منوره عازم مکه مکرمه می شوند. نخستین کاروان زائران ایرانی غروب امروز با حضور در میقات محرم و با قطار سریع السیر راهی مکه می شوند. به گفته معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، تاکنون 12,000 زائر در قالب 56 کاروان وارد مدینه شدند. در مجموع 51,000 زائر از 21 ایستگاه پروازی در قالب کاروانهای مدینه قبل وارد این شهر می شوند و بعد از 5 روز اقامت راهی مکه مکرمه خواهند شد. امسال 87,250 زائر ایرانی به حج تمتع مشرف می شوند. اعزام ها تا 18 خرداد ماه ادامه دارد. 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز پایان می‌یابد. در این نمایشگاه که از 19 اردیبهشت آغاز شده، میزان فروش کتاب در بخش حضوری به 279 میلیارد تومان و در بخش مجازی 146 میلیارد تومان رسیده است که نصاب جدیدی در فروش کتاب در دوره‌های این نمایشگاه است. در غرفه های نمایشگاه تا دیروز 340 نشست فرهنگی و ادبی با حضور نویسندگان برگزار شده که بیش از 100 نشست به ادبیات دفاع مقدس اختصاص یافت. ما هر موقع کتاب خوب در این حوزه منتشر کردیم، خوب معرفی کردیم، ازش استقبال شده. 100 تا نشست با موضوع ادبیات دفاع مقدس و کتاب های خوبی که درخشیده بودن برگزار شد. ما در حوزه دفاع مقدس با یک استقبال خوبی برخورداریم. بنده کارم در ادبیات میبینم در حوزه های دیگه این اعتمادی که به کتاب های خوب در این حوزه وجود داره نیست. 277 دستگاه ماشین راهسازی برای ورود به بازار از گمرک ترخیص شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این خبر گفت این ماشین ها به ارزش بیش از 2000 میلیارد تومان تحویل سازمان اموال تملیکی شده است. به گفته آقای قهرمانی، این اقدام نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به این استان و بر اساس رأی دیوان عدالت اداری بوده. دیوان عدالت اداری همچنین دو هفته پیش بخشنامه مدیران میانی گمرک را که بر اساس آن برخی کالاها ممنوعه اعلام شده بودند ابطال کرد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در اردوگاه جنین در کرانه باختری، اسلام خمایسه از فرماندهان گردان جنین شهید و دست کم 8 نفر زخمی شدند. در پی این اقدام جنایتکارانه امروز در شهر و اردوگاه جنین اعتصاب سراسری و عزای عمومی اعلام شده. دومین بار پس از سال 2002 است که ارتش صهیونیستی در حملات خود در این منطقه از هواپیمای جنگی استفاده می‌کند. در واکنش به این جنایت صهیونیست ها، گردان های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تاکید بر این که این جنایت بی پاسخ نخواهد ماند افزود، استفاده رژیم صهیونیستی از هواپیمای جنگی برای ترور ناجوان مردانه یکی از فرماندهان گردان جنین تحولی خطرناک و اذعان این رژیم به شکست و ناتوانی مقابل قهرمانان گردان جنین. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان‌های مسکونی در اردوگاهی در مرکز رفح و محله‌ای در شرق خانیونس در جنوب نوار غزه چند فلسطینی شهید و شمار زیادی زخمی شدند. مدرسه محل اسکان آوارگان در شمال غزه و منطقه نزدیک بیمارستانی در غرب رفح هم از دیگر مکان‌هایی بود که هدف حملات هوایی قرار گرفت و چند شهید و زخمی بر جای گذاشت. رژیم صهیونیستی همچنین اطراف بیمارستان کمال عدوان را در شمال نوار غزه با پهپاد هدف قرار داد. همزمان نیروهای دفاع مدنی غزه پیکرهای شماری از شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی را در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه از زیر آوار خارج کردند.
نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه بلاطه در شرق نابلس حمله و زیرساخت‌های آن را تخریب کردند. نظامیان اشغالگر همچنین پدر و مادر یک رزمنده فلسطینی را پس از حمله به خانه آنها در قلقیلیه بازداشت کردند تا این رزمنده را برای تسلیم شدن تحت فشار قرار دهند. صهیونیست‌ها به شهرک المغیر در شمال شرق رام الله هم یورش بردند. پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین، نظامیان اشغالگر به شهرک برتعه در غرب جنین حمله کردند و ساکنان این شهرک را مورد ضرب و جرح قرار دادند و شماری از آنها را بازداشت کردند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در چند روز اخیر بارها مناطق مسکونی را در جنوب شرق لبنان هدف قرار دادند. حزب الله هم در پاسخ به این حملات مواضع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد. جنگنده های رژیم صهیونیستی با موشک های خودشون به منطقه حباریه در جنوب شرقی لبنان حمله کردند. منطقه حباریه تقریبا در فاصله 2500 متری از محل استقرار ما، یعنی از دشت مرجعیون قرار داره. جنگنده های رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته با بیش از 15 موشک سنگین و سنگرشکن اهدای امریکا مناطق مختلف در جنوب شرقی و همچنین جنوب غربی لبنان رو هدف قرار دادن. شما باز هم میتونید دود ناشی از اصابت موشک سنگین و سنگرشکن اهدای امریکا که توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه حباریه در جنوب شرقی لبنان اصابت کرد رو ببینید. یکی از منازل مسکونی رو در حباریه موشک ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار داد. پهپادهای متجاوز رژیم صهیونیستی هم به خودروی شر حبیل السید از فرماندهان گردانهای قسام در منطقه المسنع در لبنان و در نزدیکی مرز سوریه با لبنان حمله کردند. در این حمله شر حبیل السید به شهادت رسید. حزب الله لبنان در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست در 4 روز گذشته عملیات‌های تهاجمی خودش رو افزایش داده و 33 عملیات رو در 4 روز گذشته حزب الله انجام داده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه بر لزوم بازگشایی همه گذرگاه‌های زمینی تحت نظارت نیروهای فلسطینی در نوار غزه تأکید کرد. حماس در واکنش به اقدام آمریکا در افتتاح اسکله در سواحل غزه با ادعای ارسال کمک به نوار غزه اعلام کرد هیچ راهی جایگزین بازگشایی گذرگاه‌های زمینی نخواهد بود. این جنبش مخالفت خود را با هر گونه حضور نظامی از جانب هر قدرتی در نوار غزه اعلام کرد و افزود حماس و همه گروه‌های مقاومت بر حق ملت فلسطین برای دریافت کمک‌های مورد نیاز به علت بروز فاجعه انسانی ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه تأکید می‌کند. دومین و آخرین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برای بررسی درخواست آفریقای جنوبی مبنی بر توقف عملیات در رفح برگزار شد. در این جلسه هیئت آفریقای جنوبی تاکید کرد در غزه نسل کشی رخ داده. در بخشی از جلسه هنگامی که نماینده این رژیم خواستار رد اتهام نسل کشی در نوار غزه شد، صدای فریاد زنی شنیده شد که صهیونیست‌ها را دروغگو خطاب کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در دی ماه طی حکمی به رژیم اسرائیل دستور داده بود تا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انجام نسل کشی به عمل بیاورد و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را فراهم کند. با این حال دیوان از صدور دستور آتش‌بس خودداری کرد. مردم مغرب در شهرهای دارالبیضا و صلا با برگزاری تظاهرات شبانه حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند. آنها همچنین توقف عادی‌سازی روابط کشورشان را با رژیم صهیونیستی خواستار شدند. در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا هم تظاهراتی در حمایت از فلسطین برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار پایان دادن به جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه شدند.
کره شمالی به کره جنوبی و آمریکا درباره رزمایش مشترک هشدار داد. کره شمالی در بیانیه‌ای تاکید کرده در صورت اجرای این رزمایش مشترک ممکن است آمریکا و کره جنوبی با عواقب فاجعه بار روبرو شوند. پیونگ یانگ اعلام کرده این رزمایش نشان می‌دهد ادعای آمریکا مبنی بر اینکه هیچ قصد خصمانه‌ای ندارد چیزی جز یک دورویی فریبنده نیست. در همین حال ستاد ارتش کره جنوبی هم اعلام کرده کره شمالی صبح امروز یک موشک بالستیک به سمت دریای شرق معروف به دریای ژاپن شلیک کرد. رئیس جمهور روسیه تحریم کشورش و تضعیف دلار را به زیان آمریکا دانست. پوتین در سفر به چین تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را حماقت وحشتناک توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه گفت مقامات آمریکا با محدودیت‌های مالی ضد روسیه فقط به خود آسیب می‌زنند و شاخه‌ای را که روی آن نشستند اره می‌کنند. رئیس جمهور روسیه درباره دلار هم گفته مقامات آمریکا به علل سیاسی در حال تضعیف اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزار قدرت خود یعنی دلار در جهانند. پوتین کاهش اعتماد به دلار در جهان را آسیب جبران ناپذیر آمریکایی‌ها به خودشان دانست. نهضت ملی فیبر نوری در مسیر توسعه. به گفته مدیر عامل شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان تاکنون بیش از 300 کیلومتر برای بهره مندی از شبکه فیبر نوری در این استان اجرایی شده. سرعت گرفتن عملیات اجرایی طرح توسعه فیبر نوری در سیستان و بلوچستان. مشغول مسیریابی برای حفاری فیبر نوری منطقه بلوار معلم هستیم. داریم حفاری میکنیم کانال فیبر نوری زایدان. طرحی ملی در مسیر بهبود کیفیت شبکه‌های مخابراتی و دسترسی منازل و کسب و کارها به اینترنت پرسرعت و پایدار. چند روزی هست که در منزل به شبکه فیبر نوری متصل شدیم و نسبت به قبل خیلی بهتر شده. قطع و وصلی یا اینترنت رو نداریم. کیفیت اینترنت فیبر نوری از نسبت به ADSL خیلی بالاتره و ما میتونیم خدمات بهتری رو از لحاظ سرعت و کیفیت به مردم ارائه بدیم. ما پهنای باندی که داشتیم بر روی سیم‌های مسی غالبا تا در نهایت بین تا 8 مگ بوده، ولی الان پایین‌ترین پهنای باندی رو که ما میتونیم روی سیستم‌ها قابل واگذاری هست از 20 مگ هستش. حتی 16 مگ و 8 مگ هم داریم و تا 300 مگ ما اینو میتونیم قابلیت رو داره که این پهنای باند در اختیار مشترکین قرار بدیم با پایداری بسیار بالا. عملیات اجرایی نهضت توسعه فیبر نوری در استان سیستان و بلوچستان از خرداد ماه سال گذشته آغاز شده است. در فاز اول 185 هزار پورت رو در شهر زاهدان، شهر زابل و شهر ایرانشهر برنامه‌ریزی و طراحی شده. فعلا شهر زاهدان از 6 مرکزش 2 مرکز پیمانکار مشخص شده که معادل تقریبا 56 هزار پورت رو تو این محدوده داره که جزو مراکز در واقع مهم شهری هست. شهر زابل پیمانکارش مشخص شده، الحمدلله اون هم 35 هزار پورت رو داره که کل شهر زابل رو خواهد داشت. برای ایران شهر که 13 هزار پورت در نظر گرفته شده، یه سری نیاز به یه سری مجوزها هست که انشالله مجوزهاش اخذ بشه. تاکنون بیش از 3000 خانواده در این استان مرزی تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار گرفته و با درخواست متقاضی در کمتر از یک ماه از این سرویس بهره‌مند می‌شوند. بنابر اعلام شرکت مخابرات قرار تا پایان امسال بیش از 30 هزار خانوار در استان مرزی سیستان و بلوچستان از اینترنت ثابت بر بستر فیبر نوری بهره‌مند شوند. پور علی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان. 14th جشن ملی دو قلوها و چند قلوها برگزار شد. راحت قشنگ باشون بازی میکنن، دعوا تو خونه. امیر حسین ارشدشان است. 5 تایشان 9 سال سن دارن و همزاده هم هستند. با خواهران برادران بازی میکنم. خیلی حس خوشایندی و من واقعا وقتی نگاه میکنم لذت میبرم. مثل این خانواده کم نیستن. مثلا این خانواده یک 4 قلو و یک 2 قلو دارن. دعوا تو نمیشه؟ چرا دعوا میشه؟ چطوری بچهاتون رو تو ماشین جا میکنی؟ امپیتیلیش میکنیم دیگه. میگویند همیشه یک حامی شبیه خودت همراهت داری، همزادی که حتی لباسهایش شبیه توست.
با هم مثلا هر جا میتونیم بریم و من تنها نیستم. از اینکه خواهر دوقلو دارم مثل خودم خیلی خوشحالم. خوشحالی که یه برادر دوقلو داری؟ آره. با هم بازی میکنیم ولی آخرش هم فکر کنم با هم دعوا میکنیم. دوقلو باشی همه چیتون یکیه. باید همیشه باید هوای داشت شده داشته باشی، همیشه باید پشت هم دیگه باشی. دیگه مثلا فقط یاد بعدیش اینه که همه چیتون اینه همه دیگه. میگوین چند قلو داشتن هم سختی دارد هم شیرینی. قلهایی که شده ان برکت زندگیشان. خدا با وجود سه قلوها خیر و برکتشون هم داده بهمون. راحت‌تر بزرگ میشن. ولی خب برای پدر مادر سخته یه ذره. من فقط خدا رو شاکریم چقدر ما رو دوست داشته، دو قلوی دختر به ما داده. من یه دختر بزرگی هم دارم، سه تا دختر. خیلی خوبه سه تا داداش سه قلو خدا بهمون داده. ارتباطی که این دوتا با هم دیگه دارن، اون نزدیکی قلبی که به هم دیگه دارن، هرچند بعضی وقتا با هم دیگه دعوا میکنن که طبیعیه، ولی در مجموع حسایی رو تجربه میکنیم که شاید والدینی که بچه‌هاشون یه دونن یا حالا با اختلاف سن دارن بزرگ میشن این حسا رو نداشته باشن. با همه اینها مادر چنگولوها میگوین از بچه داشتن سیر نمیشوند. دوستشین بازم دو قلو دیگه هم داشت. آره دو تا دو قلو دختر دوست داشتم. صد بله شاید هم سه قلو. 3% جمعیت ایران را دو قلوها و چنگولوها تشکیل میدهند. حالا دور هم جمع شدن در 14 جشن ملی دوقلوها و چنگقلوها. در حال حاضر 40,000 تا عضو داریم. آنطور که سازمان ثبت احوال اعلام کرده، پارسال 19,443 مورد چنگقلوزی در کشور به ثبت رسیده. همانهایی که مثل امیر حسین چند خواهر و برادر دارند. هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما. امروز شنبه 29 اردیبهشت، 9 ذی‌القعده و 18 می است. اذان ظهر در تهران ساعت 12:01 و اذان مغرب ساعت 19:25 خواهد بود. از همراهی شما با این مجموعه خبری بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.